شیخ حسین واجد نماد دموکراسی بنگلادش در دهه‌های گذشته که در ماه‌های اخیر به حاکم خودکامه تبدیل شد، پس از هفته‌ها اعتراض‌های دانشجویی که به شورش‌های مرگبار در سراسر کشور انجامید، استعفا داد و کشور را ترک کرد. اینا که دولت موقت بنگلادش رسما از هند درخواست استرداد شیخ حسین واجد نخست وزیر سابق را نموده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. دولت موقت بنگلادش رسما از هند خواسته است تا نخست وزیر معزول شیخ حسین واجد که اکنون در تبعید در هند به سر می‌برد را به بنگلادش تحویل دهد. این درخواست در حالی مطرح شده که شیخ حسین واجد به ارتکاب جنایات جنگی و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی در دوره نخست وزیری خود متهم شده است. محمد تاج الاسلام، دادستان کل دولت موقت بنگلادش، اعلام کرده که فرایندهای قانونی برای بازگرداندن حسین به کشور جهت محاکمه آغاز شده است. وی شیخ حسین واجد را به دست داشتن در قتل مخالفان سیاسی و اعضای اپوزیسیون در دوران حکومت خود متهم کرده و این اتهامات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. این درخواست دولت موقت بنگلادش به توافقنامه استرداد مجرمان که در سال 2013 بین بنگلادش و هند امضا شده بود استناد کرده است. این معاهده در زمان دولت شیخ حسین واجد به امضا رسید و به موجب آن امکان تحویل مجرمان بین دو کشور فراهم شده است. با این حال بندی در این معاهده وجود دارد که اگر جرم مورد نظر سیاسی تلقی شود می توان از استرداد متهم خودداری نمود. این بند ممکن است فرایند تحویل شیخ حسینه را پیچیده کند. شیخ حسینه واجد که پس از پایان دوران نخست وزیری خود در تاریخ 5 اوت و سرکوب یک جنبش دانشجویی به هند گریخت، از آن زمان در تبعید به سر می برد. سرکوب آن جنبش که به کشته شدن تعدادی از جوانان منجر شد، توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرد. محمد یونس، یکی از چهره‌های سرشناس بنگلادش، به شیخ حسین واجد توصیه کرده که در دوران تبعید خود سکوت اختیار کند تا زمینه برای محاکمه‌اش در بنگلادش فراهم شود. سرنوشت شیخ حسین واجد می‌تواند درس عبرتی برای تمامی زمامداران، به ویژه حکمرانان مسلمان باشد که قدرت و بی‌توجهی به اراده الهی و خواسته‌های مشروع مردم می‌تواند فردی را از جایگاه انسانی و آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه به فردی دیکتاتور و خونریز تبدیل کند.